روز جمعه 12 دی ماه 99 مصباح یزدی یکی از سرسپرده‌ترین مهره‌های خامنه‌ای در سن 86 سالگی مرد. او نزدیک‌ترین آخوند به خامنه‌ای محسوب می‌شد، به نحوی که در میان باندهای حکومتی به شیخ پابوس معروف بود. البته پابوسی مصباح یزدی تنها محدود به خامنه‌ای نمی‌شه. وی در زمان شاه نیز پابوس دربار شاه. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به نقل از او می‌گوید: به جامعه مدرسین هم گفتم مبارزه با شاه حرام است. برخی مصباح یزدی رو پدر معنوی جریان‌های راست افراطی در درون حاکمیت می‌دونن. وی در یکی از کلاس‌هاش راجع به امر معروف میگه: اگر فردی در مرحله سوم نهی از منکر مجدداً به مفسده خود ادامه دهد، محذور و دم بوده و میتوان او را کشت. این فتوا در سال 1381 مبنای قتل‌های در کرمان و برخی شهرهای دیگه شد. اکبر گنجی در افشاگریاش مصباح یزدی رو صادرکننده فتوای قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. البته فتوای قتل از سوی مصباح یزدی به دهه 50 خورشیدی برمیگرده، دورانی که او مدرس مدرسه حقانی بود. مدرسه حقانی در فروردین 1339 توسط بهشتی معدوم، مهدی حائری تهرانی، علی میشکینی و حسین حقانی با هدف تغییر در نظام آموزشی حوزه و کادرسازی در قم تأسیس شد. مصباح یزدی تا سال 1354 مدرس مدرسه حقانی بود. او پس از اینکه فتوای ترور علی شریعتی رو داد، بهشتی عذر او رو خواست و مصباح یزدی از مدرسه حقانی رفت. چرا مدرسه حقانی مهمه؟ ایده مدرسه حقانی در ایران به دارالعلوم حقانیه یا دانشگاه جهاد در پاکستان برمیگرده. این مرکز در سال 1326 در پاکستان تأسیس شد. این مدرسه رو کارخونه تولید تروریست و پدر معنوی طالبان هم مینامند، مکانی که بسیاری از رهبران طالبان در اونجا آموزش دیده و پرورش یافتند. تصادفی نیست که محمد بهشتی معدوم 13 سال بعد نام حقانی را با همان اهداف برای مدرسه جدید تأسیسش انتخاب میکنه، چرا که مدرسه حقانی در ایران همان نقشی رو بازی میکنه که دارالعلوم حقانیه در پاکستان بازی کرد. در 40 سال گذشته اغلب جنایتکاران رژیم مانند مصطفی پور محمدی، علی فلاحیان، ابراهیم رئیسی، روح الله حسینیان و غلام حسین محسنی اژه‌ای که اصلی ترین عوامل جنایت شامل اعدام‌های دهه 60، قتل عام 67، قتل‌های زنجیره‌ای، ترور رستوران میکونوس و غیره هستند، از مدرسان یا شاگردان مدرسه حقانی بودند. مصباح یزدی پس از اینکه از مدرسه حقانی رفت، مؤسسه راه حق رو با همون الگوی مدرسه حقانی تأسیس کرد. این مؤسسه نقطه وصل مصباح به سپاه پاسداران بود. به گفته اکبر گنجی، از این پس مصباح یزدی به ایدئولوژ سپاه پاسداران تبدیل شد.